آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روز و نماز و بیع و حکم خمس، آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار، جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و عرض ادب به محضر یکایک شما، انشاءالله هر کجا هستید در پناه حضرت حق باشید. از بهترین نام خداوند استفاده میکنیم و میگوییم سلام علیکم. انشاءالله که در این ماه قلبها، جسمها آماده تر و تقرب ما به درگاه الهی محقق تر بشه انشاءالله، و با رمضان که مایه سوزاندن اعمال ما هست، انشاءالله اعمال منفی ما پاک و مثبت ما پرتر و بیشتر بشه انشاءالله. خدمت شما هستیم با یکی از اعمالی که دیروز در صحبت‌های حضرت آقای رفعتی استفاده کردین، جزء پرفضیلت‌ترین اعمال در ماه مبارک رمضان هست، اون هم کسب علم و درس خوندن به تعبیری. همه ما شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام هستیم و خدا رو بابت این نعمت شکر میکنیم. ادب به ما ایجاب میکنه که محضر کارشناسمون سلام کنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. قربان شما، ان شاء الله که موفق بشید. سلامت باشید. رحمت الله از آن بیننده، ان شاء الله که قبول بشه اعمالتون، موفق باشید، روز به روز نزدیکتر به خدا ان شاء الله. الهی بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذلنا وعينا، حتى تسكنه أرضك ومتعه بها طويلا، هب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مهمتر از هر حرفی، موضوع ماه مبارک رمضانه و مقدمه ای رو حضرت آقا دیروز تقدیم کردیم و بیشتر به سوالات شما پرداختیم. امروز هم روال برنامه رو تقدیم خواهیم کرد، منتها با توافق خود حضرت آقا قرار شد مقدمه کوتاه تری داشته باشیم که بیشتر به سوالات شما بینندگان بپردازیم. هرچند تعدادی از سوالات و بخشی از سوالها اصولا مبتلا به همه دوستان هست و مشترک هست، ولی به خاطر احترام و به خاطر صورت مختلف و شکل ظاهری سوالات سعی کردیم همه رو آماده بکنیم برای پرسیدن، و انشاءالله که از قلم نمیفته، مگر نه باز دوره وعده میکنیم برای فردا. خدمت گذار شما هست. چون بنابراین هست خیلی مختصر گفتیم خوردن و آشامیدن و جلسه قبل از مفطرات، که البته از هم خوب میدونن هم گاهی اوقات بعضی مسائل تذکرن. آره، مثلا در 15 سال حج مشرف شده، بازم هر سفر که میره نیاز داره که مسائل حج رو ناسکیش رو کنه. عرض کردیم مفطرات رو باید امساک کرد، انجام ندادن ها با نیت میشه روزه. از چیزهایی که باید ترک بشه به غیر از خوردن و آشامیدن، امور شهوانی هست. امور شهوانی مراتب داره، بعضی از مراتبش جزء فضیلت های روزه است، بعضی از مراتبش جزء واجبات روزه است. بنابراین نگاه کردن به نامحرم
تحریک شهوت از طریق موسیقی و عکس و فیلم، اینا جزء چیزاییست که ترک کردنش فضیلت روزه است، جزء مستحبات بر ارزش اون روزداری میافزه. ترک این کارا مستحب نه، ترک این کارها واجبه ولی بر ارزشه. روزه ارزشش بیشتر میشه. چطور میگیم اگر یک کار مستحبی نه شد، یک کار واجبی نه شد، ثوابش کم میشه؟ مثل نماز واجب تو حمام خوندن. بله. یک کار حرامی اگر یک زمانی قرار گرفت که فضیلت داره، یه مکانی قرار گرفت که تقدس داره، ترکش مهمتر میشه. ماه رمضان یه ظرف زمانی است که ترک گناه خصوصیت بیشتری داره، یعنی بیچاره‌ای که گناه کنه با این اوضاع و احوال و با این زمینه معنویت و با روزه و اینها، این دیگه باید خیلی ضرر دو سر میبره. امیدوار هستیم مرحوم محمد و آل محمد علیهم السلام کمکمون کنن، آمرومند باشه. عرض شد امور شهوانی بیش از این جزء واجبات روزه است. یعنی چی؟ اونی که در مفترات ازش تعبیر شده به جماع و استمناع. اگر امور شهوانی ولو حلال، ولو با مورد حلال خود انسان بوده باشه، به جماع برسه مبطل روزه خواهد بود. حرام نیست ولی روزه رو باطل میکنه. خود عمل حرام نیست. تو ماه رمضان چرا حرام میشه؟ در حین روزه داری که جزء مفتراته و باطل کردن روزه حرامه، از این جهت حرام میشه. نه اینکه خود این عمل، و خدای نکرده اگر این جماع با مورد حرامی، یعنی با یک موردی که نباید این عمل صورت بگیره، نامحرمی صورت بگیره، میشه افطار به حرام، کفاره جمع هم درش هست. ولی اگر با مورد حلال خود انسان بوده باشه، عزاداره، کفاره هم درش هست، اما یک گونه کفاره، یا 60 روز روزه یا 60 فقیر را اطعام کرده. جماع فرق نمی کنه به اصطلاح فقها از قبول باشه یا از دوبا، هر نوع لذت بردنی که همراه با دخول بوده باشه، اگر دخول صورت نگیره، فقط مجرد ملاعب و اینها باشه، اشکالی نداره. بله، بهتر هست کسی که احتمال میده، ولو احتمال ضعیف، که این لذت بردن ممکنه او رو کم کم بکشه به طرف انجام دادن این مفطر، بهتر است از اون مقدماتش هم دوری کنه. و همچنین استمناع، این دیگه ربطی به شخصی که ازدواج کرده نداره. اگر انسان عملی رو انجام بده با هر شکلی که منی ازش خارج بشه، این جزء کارهای حرامه. تو ماه رمضان حرمت شدت پیدا میکنه، از دو جهت حرام میشه: یکی که خود عمل حرامه، دوم که جزء مفطرات ماه مبارک رمضان خواهد بود، افطار میشه افطار به حرام. بنابراین باید اجتناب کرد. بله، اگه این استمناع با مورد حلال بوده باشه، یعنی در اثر ارتباط با همسر بوده باشه، خودش در حالت عادی حرام نیست، در ماه مبارک رمضان چون مبطل روزه است حرام خواهد شد. پس شهوت اگر به حد خارج شدن منی یا دخول برسه، جزء مفترات روزه است. این خلاصش، این اندازه از امور شهوانی هم با هم بودنش اشکالی نداره، ولی به شرط اینکه محبت کردن، ابراز علاقه کردن به شکل‌های مختلف، اما انسان خودش رو میشناسه، کنترل شده، که نمیتونه بعد کنترل کنه، مقدماتش رو هم لحاظ بکنه. حالا ای حال، در ماه روزه در صدر اسلام جز احکامی که نسخ شد، حتی ارتباط با همسران بود در شب‌های ماه مبارک رمضان بعد برداشته شد. خواهم عرض بکنم این شب و روز رو انسان چطور تو اعتکاف خودش رو وقت میکنه برای مسجد و عبادت و بندگی، از زمانش بیشتر مستحباتش، اشکالی هم نداره اگر با حلال انسان بوده باشه، اما تو این ماه مبارک رمضان خواسته شده که این عمل یک چطور تعبیر بکنم نمیدونم، داره تو قصه رفتن حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انتقال نور حضرت زهرا سلام 40 روز جدایی و جدا شدن تا یک خیر کثیر گیرش اومد. پیداست اگه تو ماه رمضان یه مقدار کسی لحاظ بکنه، چیزهایی ممکنه نصیبش بشه. بین پرانتز عرض میکنم که بعد برداشت نشه، چیزی رو که خدا حلال کرده ما حرامش نمیکنیم. دقیقاً انسان حس میکنه نفسش نیاز به این ارتباط زناشویی داره در شبهای ماه رمضان، هیچ مانعی وجود نداره، بلکه چه بسا خیلی هم ثواب داشته باشه. چرا؟ چون قوت پیدا میکنه برای بندگی بهتر. اما در حالت عادی انسانی که میلی نداره، طرف مقابلش هم همینطور، اگر خودش رو وقت بکنه توی ما به عبادت و بندگی،
اون هم از ناحیه خودش ثواب و حسنات خاص خودش رو خواهد داشت. بسیار عالی. این هم قطعا حکمی است که بایستی میدونستند و میدونند و انشاءالله رعایت میکنند. خیلی کوتاه بریم برگردیم، زمان بیشتری رو برای سوالات شما بگذاریم. دو صفر یک پنجاه پنجاه پنج ده ده چهل و هشت و دو صفر 964 771 77 93 893 دو راه ارتباط برنامه توضیح المسائل هستش انشاءالله. سلام، اگر روزه رو به عمد بشکنیم یا حالا بخوریم به تعبیری و افطار کنیم حکمش چیست؟ علاوه بر قضا کفاره هم داره و اگر خدای نکرده این افطار عمدی و حرام بوده باشه، مثل همین که الان عرض کردیم نزدیکی با نامحرم یا استمنا، این کفاره جمع داره، یعنی باید هم 60 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت سر هم باشه و هم 60 فقیر را اطعام بکنه، یعنی هر دو رو باید انجام بده. بنابراین غیر از اینکه گناه و معصیت داره، ممکنه کسی بگه کفارش رو میدیم چه اشکالی داره بذار انجام بدیم. نه، معصیت گناهی است که استغفار مرتب داره، بخشیده شدن این گناه هم معلوم نیست تا چه اندازه، با چه استغفاری، با چه ناله شبی صورت میگیره، چون هیچ گناهی را نباید کوچک شما مضافه بر این از نظر عمل دنیایی برای جبرانش باید این دو تا کفاره رو پرداخت و همچنین تکرار شدنش نسبت به کفاره تو بعضی از اینها که انشاءالله عرض میکنیم کفاره هم تکرار میشه. بنابراین باید دقت کرد که به هیچ صورت انسان مفطری رو عمدن انجام نده. خدا راهش هم باز گذاشته. اگه کسی میخواد غذا بخوره، کسی میخواد آب بخوره، کسی میخواد یکی از مفطرات دیگر رو انجام بده که حرام نیست، بره چهار فرسخی روزش رو افطار کنه، برگرده و اون عمل رو انجام بده. یعنی به قصد سفر چهار فرسخی حرکت کنه، از حد ترخص که رد شد میتونه افطار کنه، فقط به چهار فرسخ برسه. اگر نه برگشت فایده ای نداره. تا سه فرسخ و مثلا 75 بره دیگه فایده نداره. بله، یعنی اون افطار چهاره رو باید رد کنه. اصل چهار فرسخ داشت اشکال نداره، یه روز باید قضا بکنه، اما وقتی برگشت نمیتونه افطار کنه. علیه حال ان شاء الله این رو دقت بکنیم، راه زیاد گذاشتن برای اینکه خدا نکرده دچار حرام بشه. فلسفهش بیشتر بر اینه که حرمت حکم الهی رو داشته باشیم، یعنی انجام دادن عمدی. سوالشون رو میفهمم کلن اینی که ما اجازه داریم بریم یک سفر چهار فرسخی و برگردیم، ولی در حالت عادی اجازه شکستنش و خوردن رو نداریم. سرش گناه مرتب. ببینید خدا برای تمام اون قرائزی که در انسان قرار داده راه حل هم گذاشته، حلال گذاشته. میگه از چشمت بخوای لذت ببری، لذت های حلال هم این همونی که حرام توش تو حرام هست و حلال من برای تو گذاشتم. اینطور نیست که بگی تو این هست و اون نیست، تلقین به خودت میکنی. لذا وقتی عاقلانه میشینی بررسی میکنی چه بسا لذتی که در یک تفریح سالم هست و تفریح ناسالم نیست. بله، ترس و دراره و تو همه چی، یعنی تو لذت های گوش همینه، تو لذت زبون، تو لذت شکم، تو لذت ما، تو لذت پست و مقام، همیشه حلالش هست کنارش. لذا نتونه کسی بگه خدایا اگه حلالش بود من این کار انجام نمیدم. خدا خیرتون بده. سلام کردن خدمت شما و قبولی طاعات و عبادات شما و دست اندرکاران محترم. سوال اینه که کسی که فقر آهن داره و قرص مصرف میکنه، روزه بر او واجب هست یا نه؟ چه حکمی داره؟ اگر در روز باید این قرص رو استفاده بکنه، عرض میکنیم یعنی باید این قرص استفاده بشه. اگر استفاده نکنه در بین روز، یعنی فقط افطار و سحر شب استفاده کنه، با مشورت دکتر، حتما با نظر متخصص متدین، اگر طبیب گفت باید این قرص روز مصرف بشه، اگه این قرص روز مصرف نشه شما دوچار بیماری میشه. بعد ببینیم اون بیماری چیه. اگه بیماری هست که قابل تحمل نیست، ضررش یک ضرر سنگینه، نه اینکه مثلا کمبود آهن بدنت بیشتر میشه، این ممکنه مقدار استخونات ضعیف بشه، 80 سالت که شد مثلا 70 سالت که شد پوکی استخوان میگیری،
خب اونم راه جبران زیادی بله. داره، انسان میتونه بعد از ماه رمضان جبران کنه، اون رو از بین ببره. لذا باید بررسی بکنیم، چه میگیم به طبیب مراجعه بشه، چون طبیب میدونه ضرر در حدی هست که قابل جبران باشه یا نه، ضرر ضرری هست که قابل جبران. اونی که میگیم لذا میگیم متدین، چون ممکن اگر این براش التزام اهمیت روزه رو نفهمیده باشه میگه بله بخور، چش کاری داره بخور، این بدنت نیاز داره فلان. اما اونی که متدینه میدونه باید ضرر به حدی باشه که روزه رو اسقاط کنه. شما میگه بله شما نمیتونی روزه بگیری، حتما باید از این قرص استفاده کنی. بنابراین در افطار کردن روز فرق نمیکنه، یه قرص باشه یا یک دیس غذای مفصل، کوچیک و بزرگ و کم و زیادش فرقی نمیکنه. اگر کسی نمیتواند روزه بگیرد، روزه ازش ساقط میشه. تشکر. باید قضا کنه اگر تونست روزای کوتاه زمستون، یه توی فرصت دیگه یه جور کلا ساقط میشه. من یه سوال داشتم، من در دوران شیردهی هستم، امسال رو روزه نگرفتم، نمیتونم بگیرم، حالا باید هم کفاره بدم هم غذا رو به جا بیارم؟ اگه منظورتون این ماه مبارک رمضان هست، این ظاهرا منظورش سال گذشته رو نگرفتن و تو این فاصله باقی مونده، هم چون میگن امسال رو روزه نگرفتم. بله، اگر ماه رمضان گذشته بوده و نتونستید تا ماه رمضان امسال، فقط کفاره براتون هست. کفاره رمضان که نگرفتید یه دونه، کفاره غذاش هم که نگرفتید دو تا 750 گرم بابت هر روز پرداخت کنید. نون، برنج، گندم یا مبلغشو بدید به حاکم شهر، یا خودتون اگه میشناسید به خانواده‌ای تقدیم کنید، بگید با این پول نون یا برنج، اونی که پول براش حساب کردید، یا خودتون جنسشو بخرید بهش بدید. غذا رو به جا نیارم، همون کفاره رو بدم؟ میشه بله، اگه نتونسته غذا ساقط میشه. اگه میتونسته غذا رو بگیره و نگرفته تا ماه رمضان تمام شد، این غذا گردنش هر زمانی که تونست باید غذا رو بگیره. این تقریبا مشخص شد. اما اگه امسال رو دارن بزرگوار سوال میکنن، یه روزش تجربه کنه، یا اگه نه مطمئنه بنیهشو میدونه روزه گرفت نمیتونه بچه شیر بده، شیر بچه کم میاد، حتما باید افطار بکنه بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، هر زمانی که تونست روزای زمستون وقتای دیگه قضا کنه. اگر شیر دادن مستمر شد و ضعفش هم ادامه داشت و نتونست حتی بعد ماه رمضان تا سال بعد قضا کنه، همین است که گفتیم بابت هر روز دو تا کفاره. چون فرمودن پارسال هم باردار بودم، نیمه دوم سالشون پارسال حامله بودم، نتونستم روزم رو به جا بیارم، تکلیف این چی میشه؟ هم کفاره داره هم قضا، قضا رو به جا نیارم فقط کفاره بدم؟ حالا کفاره پارسال امسال رو چقدر بدم؟ حساب کنه بینه در محلشون چقدره بابت هر روز دو تا 750 گرم، یعنی 1.5 کیلو، 30 تا 1 کیلو. پارسالش تأخیر داشته؟ 45 کیلو حساب کنه نون یا برنج. پارسالش تأخیر داشته چی؟ تأخیر نداره؟ نه همون دیگه، بله مال پارسال حساب میکنم. بسیار عالی. سوال بعدی رو از معذرتون بپرسم، امیدوارم که فقط در حد سوال باشه انشاءالله. سوال کردن اگر یک زن شوهرداری عمل عنف انجام داد ولی مردش نتونه اثبات کنه، آیا این عمل انجام شده یا نه، حکمش چیه؟ بله احتمالا حالا این سوال از مرد، یعنی خود مرد این شک رو پیدا کرده و میخواد بررسی بکنه ببینه چیکار میتونه بکنه. حالا این حال اینجور برنامه ها رو باید دنبال نکرد، همونطوری که از زن خدای نکرده ممکنه معصیتی سر بزنه، از مرد هم همینطور. این بیان بر سری رد شدن به معنای آسون گرفتن این گناه نیست، از اون گناهان بسیار سنگینه که هم حق الله درش هست هم حق الناس، و از مجازاتی که خدا براش قرار داده که مرگ هست، میشه فهمید که گناه کوچیکی نیست. اما مرد دنبال اثباتش نباشه، یعنی اگر زندگیشو خصوصا اگر اولاد داره میخواد که قطعا میخواد رها کنه زندگیش رو انجام بده، اون کسی که حساب و کتاب دستش هست او عادله، او بلدش کار بکنه، به او واگذار کنه و تلاش بکنه که زن رو، چون بالاخره ممکن اونم خطایی بوده و پشیمونه، اگر واقعا این گناه ازش سر زده باشه کمکش بکنه، نجاتش بده با اعمال صالح، با نماز شب، با تلاوت قرآن، با کارهای خوب، با احسان، با زندگی داری گذشتش رو جبران بکنه. علیه حال دنبال این باشیم که حتما اثبات بکنیم که ایشون فاسقه، ایشون هر شخصی، فقط نه زندگی زناشویی و همسر، میخوام ثابت بکنم که این امام جماعت عادل نیست، تلاش بکنم که ثابت بکنم این مرجع تقلید عادل نیست. برای خودم ثابت شد، شک کردم یا هر چی، وظیفه‌مو انجام بدم. اما برای دیگران بله، یه وقتی پای دین در میونه، یکی اومده داره بدعت در دین میگذره، خب من اینو باید به مردم معرفی کنم، باید بگم که این آدم سالمی نیست. اما اگه مسئله تقلید شخصی خودم هست،
علی حال من تا این اندازش رو عرض کردم دنبال بیابرو کردن مردم نباشه. نمیگم انجام نشده، چه بسا این گناه انجام شده، گناهی هم باشه که مقدار حق و ناس هم درش هست، اما اگه مربوط به من میشه سعی کنم بگذارم. ممنون. با سلام و عروضی قبولی طاعت و عبادات، دشنام دادن و فحش دادن مرد و زن به هم دیگه چه حکمی داره؟ خود فحش دادن حرامه، بستگی داره به کلمه، هرچی کلمه بدتر و زشتر باشه قبحش بیشتره. حتی بعضی از حیوانات رو به هم دیگه نسبت دادن، بعضی از کلمات رو که بالاخره در عرف مردم بار منفی سنگینی داره و متاسفانه عادت شده قبحش از بین رفته. انسان وقتی در معنای کلمه دقت میکنه ببینه چه بارهایی برش بار میشه، یعنی همون که الان شو سوال کرد چجوری اثبات کنم، گاهی اوقات بعضی از فحش‌هایی که داده میشه یعنی اثبات میخواد و اگه نتونه اثبات بکنه حد قصد برش بار میشه و سنگینه. علی حال انسان باید لحاظ کنه، دقت کنه که خدا نکرده زبانش با فحش آشنا نشه. خصوصا زن و شوهر اول زندگی به زن و شوهر رو میگن که علی خصوصا به مرد میگن به خانومت اگر گفتی خانم او به شما میگه آقا و یه چیز اضافه، اگر شما اسمشو صدا زدی او به شما میگه آقا با اسمتون. مرده که کم کم حرمت خودش رو و زندگی رو ممکنه از بین ببره. معمولا اینطوره. مشکلات خانوادگی همیشه به جوانا میگیم در هر صورت مرد مقصره. میگه بابا خانم این مشکل رو داره. میگم تو مدیر زندگی هستی. و اگر توی اداره ای توی مجتمع یکی اشتباهی انجام داد، او اشتباه انجام داده. چرا مدیر رو مخاطب قرار میدن؟ چون تو باید در انتخاب، چون تو در اداره میدونی این نقص داره و تلاش میکردی نقصش رو برطرف میکردی. همیشه هم حذف کردن، جدا شدن، طلاق گرفتن راه نجات نیست. گاهی اوقات تربیت کردن، ساختن و درست کردن بهترین راه. بنابراین میشه دقت بکنیم، حواسمون رو جمع کنیم و هم دیگه احترام بذاریم. یارو میدونیم چلا سعی کنیم انشاءالله. نه خوبه در حد سوال انشاءالله، چون کسانی که مؤمنند و متخلق به اخلاق اسلامی هستند به این مرحله انشاءالله نمیرسند، ولی در حد سوال زیباست. ببینید اگه کسی توی خونه بچه توی خونه بزرگ شد که فحش این آب خوردن بود، خیلی کم میشه این بچه اهل فحش نباشه و با ادب باشه. بله، حالا ممکنه خانومی گرفته یا اون خانم شوهری گرفته که برعکس توی خانواده خیلی مؤدب بزرگ شدن، فحش بلد نیست، اما کم کم اونم ممکنه تغییر بکنه. انشاءالله. لطف بفرمایید با توجه به اینکه بازم دیروز پیرامون این قضیه صحبت کردیم ولی سوالات متعدد داریم به خاطر اختلافی که امسال بعد شروع ماه مبارک پیش اومد و خاصه این که یکی از مراجع گرانقدر خارج از مثلا کشور ایران، جناب آیت‌الله العظما سیستانی، ایشون با تأخیر گفتن، بعد خیلی از مقلدینشون که در ایران هستن اختلاف فکری براشون پیش اومده که حالا ایشون در کشور عراق بودن، رؤیت ایران چطوریه، ما در ایرانیم، با حاکم شهر بریم، با ایشون حرکت بکنیم. این رو من مسئله روشنه. ببینید مهم نیست که مرجع تقلید کجا زندگی میکنه، هر جایی دفتری داره و دفتر اونجا بر اساس افق اونجا میگه، اینطور نیست که بر اساس افق جایی که مرجع زندگی میکنه بگن. یعنی وقتی سوال میکنن از دفتر مرجعی در شهری یا در یک منطقه ای میگه برای ما ثابت نشده، یعنی خود مرجع که تو خونه شه چه بسا توان نداره، چه بسا چشماش اونقدر ضعیفه که نمیتونه هلال رو پیدا کنه. دقیقاً. اما یک مجموعه مورد اطمینان داره که اونها بررسی میکنن، ستادی رو تشکیل داده استاد استقلال، بررسی میکنن میگن برای ما ثابت نشد. خب چطور ممکنه برای گروه دیگه ثابت شد؟ چند علت داره. اینو گفتیم ان شاء الله برای عید فطر هم زنده باشیم بازم میگیم ان شاء الله. اولا ممکن اختلاف اجتهاد باشه، یعنی اونها افقهاشون با هم فرق میکنه، او تا یک ساعت این طرف اون طرف، او در نیمه دوم کره زمین هم اگر هم افق یا نزدیک افق باشه کافی میدونه، اما این مرجع دیگه این اندازه رو کافی نمیدونه. لذا او دیده در افریقا میگه بله برای من ثابته، این آقا این مرجع افریقا رو قبول نداره، استرالیا رو قبول نداره، حتی کویت و بحرین رو مثلا قبول نداره از نظر افقی. یقین داره در بحرین دیدن، یقین داره در کویت دیدن، اما خودش کافی نمیدونه. لذا میگه برای مردم فلان کشور ثابت نیست. این مسئله از علمی ثابته، شما خیلی دغدغه‌شو نداشته باشید. بنابراین مرجع تقلید بودن هم خیلی ملاک نیست. اگر از طریقی که برای شما گفتن هلال دیده شده برات اطمینان آوره، جناب آقای موسوی اومد به من گفت آقا من 5 تا آدم دارم در فلان شهر به من خبر دادن، هر 5 تاشون مورد اطمینان 100% منن،
قول ایشون هم برای من اطمینان آوره. حالا ولی مرجع من میگه برای من ثابت نشده، من ما رمضان پارسال بود یه مجموعه دوستان گفتن در فلان شهر دیدن، هم عمده آقایون یک روز دیرتر عید رو اعلام کردن. او شب قبلش گفت برای من ثابته، من فردا افطار میکنم، حتی چهار فرسخی هم نمیرم، چون این مجموعه که به من خبر دادن برای من قولشون اطمینان آوره. حالا از قول او برای من اطمینان پیدا شد، من وظیفم رو انجام میدم، حالا یا روزه است یا افطار. اول ما رمضان عرض کردیم مشکلش کمتر هست، خیلی مهم نیست، نهایتش اینه که شما پنجشنبه رو روزه نگرفتید، گناه نکردید. اگر بعد معلوم شد جز ما رمضان بوده، یعنی روز 29 عید شد، معلوم میشه پنجشنبه اول رمضان بوده. اگر نه اینطور ثابت نشد، هیچ اشکالی نداره روزه که خورد، حتی غذا هم نداره. بسیار ممنون، متشکرم، امیدوارم که پاسخشون رو هم ایشون که سوال فرمودند و هم بینندگانی که حول این سوال و این شبهه که حالا هر ساله در شروع و پایان داریم اصولا با اختلاف حالا نظرها و استنباطهای اختلاف اجتهاده ای از جهت اطمینان ها، آره. قول این مجموعه برای من اطمینان میاره، برای شما اطمینان میشه بگیم بعضی از مثلا مراجع محترم حساسیت بیشتری به خرج میدن، بعضی ها سهل میگیرن. نیست، نه، بحث علمی با احساس مقایسه نحساب نمیشه. ببینید این مجموعه ای که به شما خبر دادن، بعضی میگن چطور برای فلان آقا ثابت شده، اونی که برای این آقا هست چطور برای این شخص علم و اطمینان نیاورده. یکی مسئله اجتهادیشه، اختلاف فقها، یکی راه‌های مختلف. معمولا این آقا با 10 تا طریق مختلف اگه براش ثابت شد میگه برای من ثابته، با 8 تا و 7 تا نمیگه. اون آقا با 6 تا 5 تا هم این بحث علمی مفصل داره، یه عنوانی هست در فقه به نام تواتر در روایت، میگن میزان تواتر در روایت چقدر، چند تا روایت میشه متواتر، 10 تا 15 تا 20 تا. یک سری قوانین، یک سری عللی براش ذکر میکنن، موضوع چقدر مهمه، راویاش کیا هستن، بعد میرن سراغ عددش. بعضیا با 20 روایت میگن متواتر شد، بعضیا با 70 تا ممکن میگن هنوز متواتر نیست، نشده، بعضیا با 5 تا میگن متواتر شد برای ما. بنابراین این یک مسئله علمی هست، اونا متخصصش هستن، چطور به طبیب واگذار میکنیم، به مهندس واگذار میکنیم، این رو هم به اهلش واگذار کنیم، بپرسیم، اشکالی نداره، اما برای ما تردید ایجاد نشه. بسیار ممنون و متشکرم، امیدوارم که دیگه بفرمایید شما تردیدی ایجاد نشه. میخواستم بدونم واقعا حکمش چیه، هرچی حاکم شرط و کشورمون میگه باید تابع باشیم، که سوال دومی بود ولی باز به احترام خوندم. اگر سلام، اگر وامی گرفته باشی که با اون خونه ای رو رهن کنیم و سال خمسی میرسه اون پول هم کم است و باید هنوز به اون اضافه بشه، چه حکمی داره؟ آیا باید خمس این پول رو بپردازیم؟ به این بزرگوار عرض میکنم خیلی ترس نداشته باشید از دادن خمس، چون بعضی فکر میکنن که اگه خمس دادیم این پول کم میشه، وقتی کم شد ما تازه داریم جمعش میکنیم، با سختی میلیون رو میلیون میگذاریم تا بتونیم یه خونه بخریم یا رهن کنیم. خب خمس دادیم کم میشه، قطعا اینطور نیست، این رو باور داشته باشیم، این رو یقین داشته باشیم، از خدا بخوایم به حق این شبها و روزها یقین به باورهای دینیمون رو بالا ببره. پول با زکات، با دادن خمس و انفاق کم نمیشه. کلمه زکات هم البته کلام عامه، معنای انفاقه، شامل خمس میشه، شامل صدقه میشه، شامل موارد زکات هم میشه. مال با دادن در راه خدا بیشتر میشه، کمتر نمیشه، این رو یقین داشته باشیم. نگید چطور این همه موارد، شما از هر انسانی سوال کنین از عجایب این موارد تو زندگیش داشته، که یه پول کم حج رفت، با یه پول کم صاحبخونه شد، با یه پول کم تونست خونه رهن کنه، طرف با 10 برابر این پول هنوز نتونسته صاحبخونه بشه، با 10 برابر این پول هنوز نتونسته حج مشرف بشه. باور کنیم که گاهی اوقات چیزایی تو بعضی از پولای کم هست که تو پولای زیاد نیست. بله. این رو خدا درش قرار میده. بنابراین شمایی که این پول رو به عنوان قرض گرفتید، یه وقت قرضی است که طرف گفته هر وقت داشتی بیار، یعنی الان بدهکارید. خب این پول بدهیه، درسته شما گرفتید و ملک شما شده، اما به اندازه این پول الان بدهکارید، دست شما، به این اندازه پول خمس وارد نمیشه. اما یه وقتی قسطی است که از بانک گرفتید، درسته الان سر سالتون اومد، هنوز قسط اول این پول هم نیومده، یه دو تا قسط اومده پرداخت کردید، به اندازه دو تا قسط از این پول کم شده، فرض کنید 40 میلیونه، ماهی 1 میلیون قسط داشته، 2 میلیونش رفته، 38 میلیون مانده، 38 میلیون ملک شماست، سر سال اومده، این 48 میلیون رو الان شما بدهکار نیستید، قسط اولش رو 10 15 روز دیگه میاد تازه قسط اولش، پس الان سر سال شما بدهی نسبت به این پول
ندارید، جزء سرمایه‌تون حساب میشه و خمس بهش تعلق نداره. خب میگید میخوام جمعش کنم تا خونه بخرم، هنوز رهن کنم، هنوز خونه رهن نکردید. تازه برفرضم که خونه رهن کردید، اگه با این پولی که ملک شماست خونه رهن کردید، بازم به این پول خمس تعلق میگیره. فقط الان لازم نیست بدید، وقتی پول برگشت به دستتون، یعنی پایان اقساطش اون دیگه، نه حتی پول رهنه گذاشت برای خونه، شما این پول رو دادید برای رهن خونه، سر سالتون رسید. خب این پولی که رهن دادید ملک شما هست یا نه؟ بله ملک بله، شما هست. یه قسطشه که پرداخت کردید، 10 تا قسطشه که پرداخت کردید، بقیه‌اش مال ماست. بله 10 قسطش مال شماست، چون دادید ما بقیش هم الان بدهکار نیستید، یه ما دیگه بدهکار میشید، بازم به این پول خمس تعلق میگیره. بله مگه زمانی ملک شد، خونه شد، تصرف شد، ماشین شد، تصرف شد، رهن یه پول کناره، هر وقت دستتون اومد پیش خمس تعلق. بسیار عالی، بسیار عالی. سوال کردن که دختری که ازدواج کرده و به یک شهر دیگری رفته، پس از مدتی برمیگرده به خونه پدریش، به شهری که حالا به تعبیری شهر پدری مادریش است، نماز و روزه‌هاش چه احکامی داره؟ قانونش اینه، اگر اعراض شده باشه از شهر اول، نماز شکسته است. حالا اگر اختیار زندگی دست شماست یا مشترکه و احتمال میدید که به شهر پدر مادریتون برگردید یه روزی، پس اعراض نکردید، نمازتون درسته، روزه هم میتونید بگیرید. اما اگه اعراض کردید، شوهر شما گفت من از این شهر دیگه خوشم نمیاد، من توی شهر دیگه نمیخوام زندگی کنم، یا علی حال به هر شکلی شما هم تابع شوهر هستید، شما هم به تابع شوهرتون از اینجا اعراض کردید، برگشتید، نمازتون شکسته است، پس ملاک اینه، شما یا خودتون صاحب اختیارید یا اختیار دست شوهره. در هر صورت اعراض صورت گرفته یا نگرفته، یه وقتی شوهرتون میگه من دیگه بر نمیگردم، اما شما امیدوارید که برگرده، الان ناراحته، یه مقدار مشکلات پیدا شده با کار، با خانواده و چی، اما به مرور زمان آروم میشه، پس شما از این شهر اعراض نکردید، با شوهرت رفتی شهر دیگه، اما امید داری که راضیش کنی و برگردی، اشکالی نداره، برگشتید روزتون درست. در چه شرایطی اون شهری که حالا هستیم یا بهش یک تعلقی داریم میشود وطن ما؟ ببینید زمانی که من بنا دارم مدتی در این شهر بمونم، از 6 ماه به بالا میخوام تو این شهر بمونم، حالا یا برای تحصیل یا برای کار یا به هر جهتی، از زمانی که سعی کنه اواخرش رو با قصد 10 روز، یکی دو تا قصد 10 روز بکنه، بعد از او با قصد توتن میشه وطن. وقتی من قصد دارم 1 سال 2 سال تو این شهر بمونم، این شهر میشه وطن من. بنابراین اگر رفتم بیرون و برگشتم دیگه نیاز به قصد 10 روز نداره. و محل تولد چی؟ فقط به مجرد اینکه اونجا به دنیا اومده باشه؟ کافی نیست، اگر اعراض نشده بازم وطنه، اگر اعراض شده نیاز هست که دوره قصد توتن بشه یا قصد ده. بسیار عالی. پرسیده شده که بی زحمت بفرمایید کفاره روزه رو باید به کی بدیم؟ مثل بقیه زکات ها، به مستحق. مستحق کسی که خرج سالش رو نداره، بنابراین کسی که کار میکنه اما درآمدش کمه، به پسنداز نمیرسه، کسی که ولو خونه داره، ولو ماشین داره، ولو ماهونه داره، اما اگه یک ماه حقوق بهش نرسه واقعا دستش خالیه، همیشه قسطای بانکش عقبه، اینو میگن مستحق. اینو میگن بله درجات پایین ترشون کسی که یه اندازه هم نداره، نه خونه ملکی داره، نه وسیله داره، نه اولویت ها رو ببینیم، اول دور و بریامون رو ببینیم، متدین ها رو ببینیم، اونهایی که چنین حالت هایی دارن اونها مستحق زکات، زکات فطره، کفارات و بقیه موارد هستن. ممنونم. اگر کسی از یک مرجعی حالا به تعبیر و یا به نگاه دیگران تنزل داشته باشه به یک مرجع دیگر، آیا کار اشتباهی انجام داده؟ نمیدونم تنزل، حالا سوالشون کلمه تنزله؟ ببینید خیلی سربسته میخوام بگم به احترام بینندمون، گفتم من مقلده یک آقایی بودم و بعد با یک مرجع دیگری آشنا شدم، تصمیم گرفتم از اون مرجع تقلید به قول معروف تبعیت بکنم، ولی دوستان ایراد گرفتن، گفتن چرا از یک اعلمی به کسی دیگری برگشتی و عذاب وجدان گرفتن. آیا این کار من خطاست؟ نه، چون کلمه تنزل اینجا استفاده نمیشه. ایشون این عقیده رسیده که اون دومی اعلمه، میخواد به دومی مراجعه کنه به هر دلیلی، یعنی دلیلی که براش دلیل قانع کننده است، از دو نفر پرسیده متخصص یا خودش اهل تحقیق، اهل علمه و به این نتیجه رسید که دومی اعلمه، باید به دومی رجوع کنه. تا
طبیعتاً خب شخص اول هم مریدانی داره، مقلدینی داره که از نظر اونها این علمه، ممکنه بهش خورده بگیرن شما اشتباه کردید. اون چی که برای شما مهمه اینه که آیا برای شما ثابت شد که دومی علمه از اولی هست یا نه. اگر ثابت شد، اما حساسیت هایی که بین مردم هست یه مقدار طبیعیه ولی درست نیست. هیچ مسئله ای نیست. شما در بین اطباء، در بین مهندسین، در بین قیمتگذارهای تو بازار، هر چیزی که تخصص میخواد، وقتی میبینید با هم دیگه اختلاف دارن، میرید سراغ یک کسی که متخصص داره. بعد متوجه میشید که بابا معروف این متخصصه، اما در حقیقت یکی دیگه هست، به شهرت این نمیرسه، اما معروفیت، اما تخصص او بیشتره. میرید سراغ او. ممکنه دیگه شما بگن اه کجا رفتی سراغ او؟ آقا یه نونوایی دیگه، حالا نریم تخصصای پیچیده. یه نونوایی، یه دونه آشپز، یه دونه حلیمی، یه دونه شیرینی پز که به نظر شما خیلی محصولش از بقیه بهتره و معروف هم هست که این از همه بهتره. شما بعد از مدت متوجه میشید که نه، اون قدرام که تعریف میکنن نیست، یکی دیگه هست از این بهتره ولی شهرت او رو نداره. بازم از اون اولی خرید بکنید، میرید سراغ دومی. طبیعتاً خیلی ممنون، متشکرم. و از بینندگان هم تشکر میکنم. انشاءالله که در بهترین لحظاتشون دمراهای اذان مغرب و افطار ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. شما همچنین بینندگان ما را فراموش نکنید، حقیر را هم مد نظر داشته باشید. از خداوند منان در این ماهی که بهترین ماه خداونده و رحمتش چند برابر بر بندگانش هست، بهترین ها رو میخواهیم، کما اینکه در دعای روز عید فطر هم این چنین خواستند. اللهم عجل ولیک الفرج. در پناه حضرت حق باشید. یا علی.